به نام خدا، جلسه فکر کنم چهارم الکترونیک هست، درسته بچه ها؟ این جلسه چون نیاز دارم که شما خازن رو بلد باشید و احتمالا تو درس مدار هنوز به بحث خازن نرسیدین، من خازن رو خودم یک بار بهتون آموزش رو میدم، مفاهیمش رو میگم و وارد کاربورد های دیود با کمک خازن میشیم. خب دوستان خوب گوش کنی، ثبت کلاس هم که آره هستش. من میخوام که خازن رو به شما بگم که چیه. کیا خازن رو بلدن؟ کسی بلد نیست؟ ببینید بچه ها، خازن شماتیک مداریش به این ترتیب و یه ظرفیتی داره که بر اساس فارات هست و با عبور جریان از خازن بار الکتریکی روی خازن ذخیره میشه و بار خودش رو به صورت ولتاژ نشون میده. من میخوام این رو به کمک بادکنک بهتون یاد بدم. ببینید فرض کنید بچه ها یه مدل سازی میکنن. خب فرض کنید که این بادکنک هایی که من دارم، خب یه بادکنک زرد و یه بادکنک قرمز. تصویر پیدا داره؟ من بیام تو کلاس که خودمو ببینم. ببینید یه بادکنک زرد دارم کوچیکتره، یه بادکنک قرمز دارم بزرگتره. یه مدل سازی الان با هم قرارداد میکنیم که مفهوم خازن رو یاد بگیریم. چیه؟ اول از همه اینکه با هم قرارداد کنی که هر چقدر هوا توی این خازن هست به معنی بار الکتریکیه. قبول؟ فاصله سر و ته بادکنک اختلاف پتانسیله. یعنی الان این بادکنک چون که خالیه، هیچ باری توش نیست، من میتونم سرش رو بچسبونم به تهش. یعنی اختلاف پتانسیل داره یا نداره؟ نداره. خب پس قراردادمونو بگیم، داخلش هر چقدر هوا باشه بار الکتریکیه، هر چقدر فاصله بین سر مثبت و منفی. اینم بچه‌ها ببینید، خازن رو هم با بادکنک، این سر، این سری که فوت میکنم توش، سر مثبت، سر منفی. پس این سر رو هم حواسمون باشه که این سر مثبته که فوت میکنیم. نکته که وجود داره اینه که اینا سوال از میپرسن، این مدل سازی میخوام روابط خازن رو با هم دیگه استخراج بکنیم. چیه؟ اول از همه در مورد بار الکتریکی میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم. بار الکتریکی که برای خازن میگن دیگه چی؟ Q هست ظرفیت ضرب در اختلاف پتانسیل. قبول دارید که مقدار هوایی که داخل این بادکنک میره با این بادکنک زرده تفاوت داره. چرا؟ چون گنجایش این بادکنک زرد کوچیکه کمتر از قرمز است و مقدار میشه گفت باری که داخل این بادکنک قرمزه میشه فاصله آقا سر و تهش ضرب در این گنجایشی که داره. مثلا حالا چند تا نکته میخوایم با هم دیگه ازش استخراج بکنیم. نکته اول، آقا اگر من بخوام این خازن رو پرش کنم، یعنی میخوام شارژش بکنم، باید چیکار کنم؟ از سر مثبت جریان رو به داخلش هدایت بکنم. ببینید
و بادم نمیشه. ببین این بادکنک الان داره دارای بار الکتریکیه و میتونیم بگیم معادلش ولتاژ هم الان ذخیره کرده داخل خودش. چجوری ذخیره کرده؟ الان بین سر مثبت که سر بادکنک است و تهش اختلاف پتانسیل ایجاد شده. حالا این نکته میخوام ازتون بپرسم که اینو به خاطر این نکته مینویسیم. الان که این بادکنک من سرشو گرفتم و هوا نمیتونه خارج بشه، جریان خازن چقدره؟ جریان داره یا نه؟ نداره، درسته؟ پس اگر جریان خازن صفر باشه به این معنی نیست که ولتاژ خازن هم صفره، درسته؟ این نکته اول. حالا این خازن رو در نظر بگیرید. الان قبول داره که ولتاژ اولیه ای داره این؟ الان یه ولتاژ اولیه داره چون یه هوایی داخلش ذخیره شده. چند تا می‌خوایم بفهمیم؟ الان این خازنی که من دارم سر مثبت منفی سی، به هم بگید جریان خازن اگر به این سمت بره داره این خازن پر میشه یا خالی؟ آقا جریان هوایی که داخل این هست اگه از سر از تبره به سمت سر بادکنک، یعنی داره خالی میشه دیگه، نه؟ یعنی داره دشارج میشه. پس این مدار مدار چیه؟ دشارج. اگر خازنمون این وی اس تی باشه و جریان در این جهت باشه، این داره چی میشه؟ داره شارژ میشه دیگه، از سر بادکنک داره میره تهش. به شرط این که این خود این وی اس تی و این آی اس تی منفی نباشن ها، یعنی واقعا در این جهت باشن و با همین پولاریته باشن. اوکی، حالا سوال بعدی، اگر خازن من مثل الان که من سرش رو نگه داشتم و جریانش صفر باشه، ولتاژ خازن چقدر میشه؟ در هر لحظه بعد از این لحظه میشه مقدار اولیش همونقدری که الان داشته تا هر زمان دیگه که جریان صفر باشه همونقدر میمونه، یعنی نه مدار شارژه و نه مدار دشارژه، یعنی ولتاژ داخل خودش نگه میداره، درسته؟ نکته بعدی، الان ما همه میتونیم بفهمیم که آقا این ولتاژ، این آقای هوایی که داخل این هست، اختلاف پتانسیلی که داخل این بادکنک هست، چه رابطه ای با جریان داره؟ قبول دارید که اگر بخواد جریان تو این بادکنک برقرار بشه یا باید خالی بشه یا باید پر بشه، یعنی باید این هوا یا همون بار الکتریکی به حرکت در بیاد، یعنی نسبت به زمان مشتق داشته باشه، مشتقش غیر صفر باشه، درسته؟ یعنی اینطوری میگیم جریان خازن برابر با مشتق ولتاژ خازن نسبت به زمان. یعنی چی؟ آقا اگه این بادش کم و زیاد بشه جریان داره. صداشو میشنوی؟ الان داره بادش کم میشه، یعنی تغییرات ولتاژ داره، تغییرات اختلاف پتانسیل داره. مشتق اگه داشته باشه جریان داره. حالا نکته که وجود داره، آقا ببین این بادکنک کوچیکه با بادکنک بزرگه باید فرقی داشته باشه دیگه. تغییرات ولتاژ این چون ظرفیتش بیشتره، ولتاژش که تغییر میکنه جریان با فشار بیشتری میده بیرون. اوکی، پس یه ضریب سی هم اینجا میفته، درسته؟ دی وی سی به دی تی نماینده تغییر پتانسیل، نماینده معادله تغییر ولتاژ خازن. اگه ولتاژ خازن تغییر کنه جریان توش برقرار میشه، یا برعکس بگیم وقتی که جریان تو خازن برقرار میشه، یعنی داریم فوتش میکنیم، داریم شارژش میکنیم، ولتاژ تغییر میکنه، داره زیاد میشه یا کم میشه. من دستم گرفت انگشتم. یعنی چی؟ یعنی که
ای بابا انگشتم گره باشه. نیا کنی چیکار کنم؟ یه رزه کلاس نگرد. خب حالا میخوام ببینم ولتاژ چه رابطه با جریان داره. آقا من میخوام ببینم که این باری که داخل این ذخیره میشه، ولتاژی که توش ذخیره میکنه چه ارتباطی با هوایی داره که داره واردش میشه. ببین قبول داری که من هر چقدر فوت میکنم و اون فوتا رو و اون هواها رو شما جمع میکنی، ذخیره میکنی، انتگرال میزنی، یعنی ولتاژی که توش ذخیره شده. ولی خب یه نکته وجود داره. آقا من این ببین این بادکنک رو دارم، الان یه ولتاژ اولیه‌ای داره. خب حالا میام جریان بهش میدم، دارم چیکار میکنم؟ فوتش میکنم. این جریانایی که الان بعد از اون ولتاژ اولیه بهش دادم و چیکار کردیم؟ جمع میکنیم با قبلی ها. یعنی چی؟ یعنی این که ولتاژ خازن در هر لحظه از زمان میشه ولتاژ اولیهش، اون هوایی که اول تو بادکنک بود، هوای اولیه، بعد اومدم فوتش کردم، انتگرال میگیرم از اون لحظه اولیه که از اون لحظه که من شروع به فوت کردن کردم تا اون لحظه که من ولتاژ خازن رو میخوام. چی رو داری جمع میکنی؟ آقا این فوتایی که دارم میکنم تو خازن رو با هم جمع میکنم، جریان خازن رو همینجوری جریان یا هوا رو هی جمع میکنم انتگرال، و یه ضریب 1/3 هم داره. این نشون میده که ولتاژ تو هر لحظه از خازن، هر لحظه زمان میشه بود اولیهش به علاوه انتگرال جریان از اون لحظه اولیه تا لحظه که میخوایم. خب چند تا نکته شما اینجا بلد باشید. آقا مدار شارژ و دشارژ رو یاد بگیرید. اگر جریان به سمت چپ داره حرکت میکنه و ولتاژ شما با این پولاریته هستش، این داره چی میشه؟ دشارژ میشه. اگه در این جهت هستش داره شارژ میشه. یا اگه یه موقعی جریانی داره حرکت میکنه، شما بدونید که چه ولتاژی برای شما میسازه. یعنی من ممکنه یه خازن داشته باشم خب توی مداری، اگر جریان در این جهت برقرار شد، جریان مثبت بود، ولتاژی که برای ما ایجاد میکنه مثل بادکنک دیگه، اینجا سر مثبت، اینجا سر منفی، میشه VSC. فهمیدین؟ این پولاریته و جهت قراردادی خازن هستش. پس اگر من توی خازن جریانی وارد کردم، پولاریته ولتاژی که برام میسازه رو باید بدونی به چه صورتیه. مفهوم شرایط اولیه رو الان بفهمید، یعنی اون ولتاژ اولیه که داره. و اگر الان سوالی در مورد خازن دارید بپرسید که من میخوام وارد درس بشم. اگه جریان خازن صفر بود، به این معنی نیست که ولتاژ صفره، به این معنی که ولتاژ اولیه خودشو حفظ میکنه. آقا نه بادی میره نه بادی میاد. کس سوال نداره؟ همه فهمیدن؟ هر کی فهمید عدد یک رو بده. در مورد دشارژ خازن هم صحبت بکنیم. بچه فرض کنیم من یه خازن دارم با شرایط اولیه. حالا شارژش رو بگیم. به این طوری بگیم. الکترونیکی با هم صحبت کنیم. VSC صفر هم صفره. آقا یعنی بادکنک خالیه. وصلش میکنم به یه منبع VS. اینم اینطوریه. تا VA پیک یه پارس داره. چه اتفاقی میفته؟ مثل اینه که آقا این منبع ولتاژ میخواد جریان شگی حرکت بده اینطوری. این میخواد اینطوری جریان بره داخل این. پس داره بادکنک از این سر باد میشه. پس یه ولتاژ اینجوری برای ما میسازه. چقدر این باد میشه بچه ها؟ مثل اینه که من منبع ولتاژم. آقا این هوایی که تو شش من هست الان میخواد بره توی این. من اگه به قول من زمان بی‌نهایت داشته باشم، آقا من تا نیم ساعت، آقا تا چند دقیقه دیگه من هر چقدر هوا توش هم هست میخوام وارد این بادکنک کنم، حد اکثر چقدر هوا میره داخل این اگه زمان کافی به خودم بدم که فوت کنم؟ نه، اندازه اون هوایی که خودم دارم. من هر چقدر که هوا توش شوشای من هست، همونقدر که ولتاژ من دارم،
اگه زمان کافی بهم بدی من همه این ولتاژا رو میدم به این بادکن. یعنی من ببین مدارمو قطع نمیکنم، اینو میذارم روی لبم، خب پس من بینی هم ندارم، خب هوایی که تو چشم هست همش میره داخل این خازنه دیگه، درسته؟ ولی به شرط این که زمان بهم بدی. خب پس تی به سمت بی نهایت چه اتفاقی میفته؟ ولتاژ خازن هم میشه چقدر؟ اندازه از تو مدار میگن چی؟ تو مدار میگن آقا خازن در بی نهایت مدار بازه. چرا اینا میگن؟ میگن آقا این خازن همینجوری بادش میکنی بادش میکنی یه جای دیگه نفس نداره دیگه، من برای همه ولتاژ داد بمون، وقتی که پر بشه اگه این خازن پر بشه دیگه هوای داخلش میره. نه، بخاطر همین میان معادل با مدار باز میگیرن ولتاژ این دو تا رو حساب میکنن. الان این خازن اگه مدار باز بشه ولتاژ رو سر چقدر میشه؟ ولتاژ خازن میشه اون VS دیگه. ظرفیت خازن چیکار برای شما انجام میده؟ ظرفیت خازن بار رو تعیین میکنه. ببین من ولتاژ دارم، ولتاژمو میدم به خازن. حالا اگه ظرفیتش بیشتر باشه، بار بیشتری تو خودش ذخیره کرد. اگه ظرفیتش کمتر باشه، بار کمتری تو خودش ذخیره کرده. فهمیدی؟ حالا نکته بعدی، آقا من یه خازن دارم، یه بادکنک دارم، ظرفیتش سیه، وی سی صفرش مثلا یه وی صفریه، یعنی شرط اولیه داره، اینم یه مقاومت. خب ولتاژ خازنم باید مشخص کنیم که با چه پولاریتی هستش. اون مال چیه؟ مال در عمله. ما تئوریم، ایدئالیم. تو ایدئال هیچ وقت نمی‌سوزه. فهمیدی؟ ببین من یه بادکنک دارم. ببین اینجا. دقیقاً بادکنک رو فرض کن. این سر بالاش مثبت، این سر پایینش منفی. دقیقاً مدار رو دارم برای بادکنک معادل می‌کنم. یه مقاومت بهش وصل کردم. مقاومت یعنی چی؟ آقا این دست منو میبینی که سر اینا صفر گرفتم. الان که صفر گرفتم مقاومت من چنده؟ آقا این دست من، دو تا انگشت من مقاومته. من صفر سرشو گرفتم. مقاومت من چنده الان؟ مدار جریان نداره. پس باید مقاومت چند باشه؟ مدار بازه. بی نهایته. قبول داری؟ مقاومت الان بی نهایته. اجازه نمیدم که جریانی از این خارج بشه. فهمیدی؟ حالا دوباره انگشتم گرفت. وای من به این چیز. خب حالا بچه ها قبول دارید که من هر چقدر دستم رو شلتر کنم سرعت خالی شدنش بیشتر میشه؟ یه بار دیگه میگم، هر چقدر انگشت من رو خب صدایی نمیشنش، هر چقدر انگشت من رو شلتر کنم سرعت خالی شدنش بیشتر میشه. همم قبول داری که در چه جهتی دشارج میشه؟ آقا از سر مثبت دیگه. قبول داری؟ من دست ببین، من الان یه ذره مقاومتم بی‌نهایت، ولی مقاومتم بزرگه، خیلی کم اجازه میدم، یعنی مقاومتم عدد بزرگه. حالا مقاومت کوچیکش میکنم، ببین کوچیکش میکنم، یه دفعه مقاومت کم دادم سریع خودش خالی کرد. پس قبول دارید که هر چقدر مقاومت کمتر باشه سرعت دشارژ بیشتر است. این همه قبول دارم؟ دیدی دیگه؟ من الان اصلا هیچ مقاومتی نمیذارم، سری خودش خالی کرد، ولتاژ از بی صفر شد چند؟ شد صفر. هیچی نداره توش. آه فهمیدی؟
حالا یه نکته دیگه، قبول داری هر چقدر ظرفیت خازن کمترم باشه، ببین هر چقدر این کوچولوتر باشه زودتر خالی میشه دیگه، ها اینم قبول داری؟ پس هر چقدر ظرفیت خازن کمتر باشه دشارژ، این که این دشارژ شارژش هم همینطوره، خب اینو بدونید دشارژ سریع‌تر است. حالا میخوام به یه رابطه برسم بچه ها، به یه رابطه میخوام برسم، بهش میگن ثابت زمانی. تاو تاو تو مرحله این تا ثابت زمانیه، هر چقدر کمتر باشه سریعتره. یعنی این مداری که تاش کمتره یعنی زمان پروخالی شدنش کمتره سریعتره. همه فهمیدن؟ حالا نمودارشو شاید تو دانشگاه دیده بودی، این زمان، اینم ولتاژ خازن، یه ولتاژ اولیه وی صفر داره درسته؟ به صورت نمایی این دشارژ میشه تا به صفر برسه. این به چی ربط داره سرعتش؟ به آر سی. هر چقدر تایش کمتر باشه الان تای دو کمتر از تای یکه، یعنی مثلا خازن سبز رنگه ظرفیتش کمتره یا مقاومتش کمتره یا ضربشون کمتر از مقاومت قرمز است. همه فهمیدن؟ قشنگ این رابطه رو لمس کردی؟ آیستی یعنی چی؟ جریان این بادکنک یا جریان این خازن یعنی چی؟ موقعی جریان تو خازن برقرار میشه که ولتاژش تغییر کنه. تا وقتی که تغییر نکنه ولتاژ جریانی توش برقرار نمیشه. یا برعکسش بگیم، وقتی که جریان تو خازن بیاد ولتاژ کم یا زیاد میشه، خازن یا شارژ میشه یا دشارژ میشه. حال کردید یا نه؟ یه بار دیگه گفتیم که جریان خازن وقتی ایجاد میشه که ولتاژش تغییر کنه، وقتی تو این هوا رد و بدل میشه که این بادش کم یا زیاد بشه، ولتاژش کم یا زیاد. تا وقتی که ولتاژش کم و زیاد نشه جریانی برقرار نمیشه. برعکسش هم هست، وقتی که جریان من میدم تو بادکنک، حالا یا واردش میکنم یا خارج میشه، جمع این هواها، جمع این جریانها، انتگرال این جریانها ولتاژ رو کم یا زیاد میکنه نسبت به مقدار اولیه خودش، وی صفرش هرچی بود، حالا یا به علاوه اون میشه یا منهای اون میشه. این روش آموزش خازن رو فکر نمی‌کنم جایی کسی بلد باشه که به شما بگه. تجربه دیگه، ابتکار و تجربه دیگه، دست به دست هم رو که من امروز بگم آقا با بادکنک، برای اولین بار با بادکنک بیام به شما خازن رو بگم. خب بریم سراغ درس. حالا که خازن رو یاد گرفتیم بریم ببینیم که این مدارا چه مداری هست. این صفحه که ایچی اینجا بحث مدار تثبیت کننده یه ولتاژ، این عنوانش رو ننوشتم، مدار تثبیت کننده ولتاژ. قبل از که وارد مدار تثبیت کننده ولتاژ بشیم، اینجا ما یه خازن بذاریم که این نکاتی که اینجا نوشته شده رو با هم بررسی کنیم. اگه ولتاژ اینطوری باشه جریان اینطوری. خب گفته اگه آی اس سی صفر باشه مشتق ولتاژ صفره، یعنی
ولتاژ تغییری نمیکنه. باد کنک هر چی هست همونقدر میمونه. اگه صفر صفر میمونه، اگه هر چی داره همونقدر میمونه. گفتن اگه جریان مخالف صفر باشه، حالا اگه مثبت باشه این داره وارد خازن میشه، منفی باشه این داره خارج میشه. ولتاژ خازن تغییرات داره. حالا اگه آیسی مثبت باشه این ولتاژ داره زیاد میشه. آیسی منفی باشه یعنی داره خلاف جهت حرکت میکنه، یعنی داره بادو میده بیرون. همه فهمیدن اینا رو؟ خودم که حال کردم. خدایش من تا حالا اینجوری نگفته بودم خازن. خب حالا میخواییم این مدار رو با هم دیگه تحلیل کنیم بچه ها. گفته آقا فرض کنیم ولتاژ C1 این خازنه صفره. یعنی چی؟ این بادکنک ما اینجا ببین قشنگ نگاه کن، این بادکنک هیچ بادی توش نیست. وی گاما هم واسه دیود نداریم. خب بچه ها وقتی که بادکنک هیچ بادی نداره معادل چیه؟ مدل اتصال کوتاه دیگه. آقا این مثل این چسبیده بینید. هیچ. ولتاژش صفر. ببینیم چه اتفاقی میفته. من می نویسم تی. خب بخوام وی او رو بکشیم. خب اول از لحظه صفر شروع کنیم. تی مساوی با صفر. تی مساوی با صفر. بچه ها وی او چنده؟ صفر دیگه. صفر. آقا اینجا قرمز کشیده. وی او رو با قرمز میکشیم بچه. بعدش بریم آقا ببینیم تی بین صفر تا تی یک چه اتفاقی میفته. تی بین صفر تا تی یک وی آی بین چند و چنده؟ بین صفر تا وی پیکه. میبینید وی آی رو نمودارش این مشکی است. بین صفر تا وی پیکه. قبول دارید که دیودمون باعث مستقیمه؟ دیود روشن میشه. خب آقا ما روشن شد. تو این بازه زمانی دیود روشن میشه. خازنم موازی میشه با چی؟ با منبع ولتاژ. ولتاژ خازن رو با سبز می نویسم. توی این بازه زمانی ولتاژ خازن چقدر میشه؟ وی اس نه با اون وی آی دیگه. آفرین. شکل همون وی آی رو داره. وی او چقدر میشه؟ اون هم میشه همون وی آی دیگه. نه پس آقا خروجی ما ورودی رو دنبال میکنه. دقیقا هرچی که ورودی هست خروجی هم داره. توی این مداراتی که بچه ها اینم بهتون بگم اینجا وی اینمون یه سینوسیه و سیگنال بزرگه. اینجا بنویسم فرض شده وی این سیگنال بزرگ هست. سیگنال بزرگ یعنی چی؟ یعنی این ACه این دامنش اونقدر بزرگ هست که دیود رو روشن یا خاموشش کنه، خازن رو شارژ و دشارژش کنه. با سیگنال کوچیک فرق داره. سیگنال کوچیک کوچولو بزرگش نمیرسه که خاموش روشن کنه. فقط یه سیگنال کوچولویی بود که قرار بود توی مداری قرار بگیره و تقویت بشه یا هر بلایی سرش بیاد. اوکی؟ سیگنال بزرگ که میگیم میتونه دیود رو روشن یا خاموش کنه. خب پس آقا تی بین صفر یه چیزه. یه کاغذ الان برداری چون من این پایین میخوام برم بیام اینو داشته باشی. مدار سریع روی کاغذ بکشی یا جزتون رو برداری جلوتون باشه که من دارم توضیح میدم بدونیم کجا دارم. بین تا تی یک خازنه موازی شد با وی آی و خازن داره موازی شده، یعنی خازن ولتاژش با منبع ولتاژ برابر شد. یود اونم اینجا روشن. توی این مداراتی که مربوط به خازن از سیگنال بزرگ هستش تو هر بازه‌ای که تحلیل می‌کنید انتهای بازه ولتاژ خازن رو ببینید چقدره. ولتاژ خازن تو لحظه تی یک چقدره بهم بگید؟ مگه این با این موازی نیست؟ میشه اون وی پیک درسته؟
یعنی چی؟ تا لحظه تی یک کازم به میزان وی پیک شارژ می شود. آقا اینو میخوام با بادکنک بگم یعنی چی؟ یعنی که آقا من دارم ولتاژ میدم به خازن، سر راه هم یه دیود بوده، دیوده بین لب من و بادکنکه، چون مسیرش بایاس مستقیم بوده دیوده اتصال کوتاه میشه، مسیر هوا برقرار میشه و من ولتاژمو دارم هی دارم نفسمو زیاد میکنم تا وی پیک میرسونمش. اینم چون دقیقا موازی شده با دهان من، خودشو تا وی پیک میبره بالا. همه فهمیدن؟ خب حالا یه اتفاق جالب میفته. چه اتفاقی؟ آقا من نفس دارم میدم، ولی نفس من آدمم دیگه، تا کی همینش که بتونم فوت بدم بیرون که، ای زورم کم میشه. حالا که زورم کم میشه، ببین این بادکنک باد شده، خب یه دیودم بین من و آقای بادکنکه دیگه، من ششم دیگه زور نداره. دوباره انگشتم گرفت، خدا شد امروز اینطوری میشه دیگه، شش من زور نداره خب، و دیودم سر راه همه. بعد که شش من زور نداشته باشه، این هوای بادکنک میخواد چیکار کنه؟ بیا تو دهن من. دیدی هوا میخواست بیا تو دهن من. اوکی، چه اتفاقی میفته تو این لحظه؟ دیود سر راهشه. رفت توی مدار نداره دیگه، این یه چیز عملیه. این منم، اینم بادکنکه. آقا زور من تموم شد، بادکنکه میخواد هوا رو بده تو دهن من. آفرین، دیوده چی میشه؟ اجازه نمیده که برعکس این هوا با حرکت کنه، مثل یه لوله میمونه که یه طرف است بینه دهن من، لب من و بادکنک. به خدا این روش آموزشی که من دارم به شما میگم تو کل دنیا، ایران که تو کل دنیا اینجوری با بادکنک این مدارا رو به شما یاد نمیده. خب پس آقا فهمیدیم از T1 تا T2 خب، یا تا تو بعدش دیگه آقا، من دیگه تو لحظات بعدی، خب خیلی جالبه، خیلی جالبه آقا، T1 تا T2 که من دارم تازه فشار میدم، ولی فشار من کمتر از خازنه، ولی از T2 به بعد ولتاژ من منفی میشه. یعنی چی؟ یعنی که من به جایی که فوت کنم دارم فورت میکشم، یعنی دارم کمک بادکنکم میکنم. هم بادکنک داره زور میزنه، هم خازن داره زور میزنه، هم من ولتاژم منفی دارم، منفی شده دارم میکشمش. فهمیدی چی شد؟ یعنی آقا قبول دارید که تو بازه‌های منفی تازه بازم خازنه داره میده، یعنی بازم دیوده چیه؟ خاموشه. حالا میریم آقا اینجا صفر شد، آقا من خونسا، من نه فوت میکنم نه فورت میکشم. خب دوباره اینجا میخوام فوت کنم، خب ولی این بادکنکه چون سر راهش قطع بوده، باد اولیه خودش رو نگه داشته. آقا من اینو کالیش نکنم، این بادکنکه باد اولیه خودش رو نگه داشته، خالی هنو نشده. چرا؟ چون که دیوده اجازه نداد که هوا بره تو دهن من. من بازم میخوام فوت کنم، ولی فوت من زورش به بادکنک نمیرسه. در بهترین حالت چه اتفاقی میفته؟ ولتاژ من اینجا برسه دوباره به وی پیک، یعنی ولتاژش با این بادکنک برابر بشه. همون لحظه که برابر بشه دوباره میخواد بیاد پایین دیگه. اصلا یعنی هیچ لحظه ای نیست که من زور من بیشتر از این بادکنک بشه و دیودو بتونم دوباره روشنش کنم. فهمیدی؟
بعد چجوری توضیح بدیم؟ سی اینجا بنویسیم، بازه بازه بنویسمش. خب تی بین تی یک تا تی دو، حالا ریاضیش هم بیاد بگیم، تی بین تی یک تا تی دو، وی آی بین چند و چنده؟ بین وی پیک تا صفره. در نتیجه دیود خاموش میشه. دیود که خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ جریان خازن چون برابره با جریان دیود سری هم دیگه میشه صفر. بلکه جریان خازن صفر بشه چی گفتی؟ جریان خازن وقتی صفر بشه ولتاژش میشه ولتاژ اولیش که میشه وی پیک، اون باد اولیش رو نگه میداره. و چون وی اومنم مساوی با ولتاژ خازنه، وی پیک باقی میمونه. تی بین تی دو تا تی سه، وی آی چنده؟ بین منفی وی پیک و صفر تغییر بکن، منفی وی پیک و صفر. بازم دیود چیه؟ آف و دوباره آی سی صفر، وی سی مساوی با وی او و همون وی پیک باقی میمونه. همینطور تی بزرگتر از تی سه، دیود خاموش میماند و خازن نه شارژ میشود و نه دشارژ میشود و در نتیجه وی او برابر با وی سی و مثبت وی پیک باقی میماند. یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه سینوسی میدم به این مدار، یه دیود سر راهش میذارم، ولتاژ رو نگه میدارم روی مقدار دی سی. جالب ها؟ قشنگ نبود؟ خیلی قشنگه. یه مثال دیگه. آقا این مدار خیلی مهمیه، باید مدار حفظ باشی. خب یعنی مداری که منبع ولتاژ سینوسی سر راهش، سر یادتون اینجوری مونه، بین لبتون و بادکنک اگه دیود بود، این مدار تثبیت کننده است. حالا تثبیت کنندهش اگه جهت دیود به سمت جلو بود، به سمت بادکنک بود، تثبیت کننده رو وی پیکه. یعنی موقع داری فوت بیکنی فوتت نگه میداره. آن خیلی عشنگی ها ببین، من که دارم فوتش بیکنم، فوت من رو نگه میداره تو بادکنک اگه جهت حرکت به سمت بادکنک باشه. حالا مثال بعدی یا مدار بعدی، دیود رو برعکس کشیدیم. خب حالا آقا این لب من وی آیه، بادکنک هم اینجا، یه دیود برعکس گذاشتیم، تی بین صفر تا تی یک، مثلا صفر تا تی یک چیه؟ بگم صفر تا تی دو. حالا اول لحظه اولیه رو بگیم، حالا مثلا صفر تا تی دو، تی بین صفر تا تی دو. آقا صفر تا تی دو قبول داری که من میخوام فوت کنم؟ وی آی میخواد فوت کنه دیگه. چون وی آی بین چند و چنده؟ بین صفر تا وی پیکه، میخواد فوت کنه. دیود چی میشه؟ خاموش میشه. اگه دیود خاموش بشه، بعدا فرضم کردیم که ولتاژ اولیه خازن صفره، یعنی این باد کنه که از قبل باد نشده، اگه دیود خاموش بشه قبول داری که آی سی مونم صفر میشه. اگه آی سی صفر باشه، وی سی تو این بازه زمانی
برابر با VC صفرشه و در نتیجه VO تو این بازه زمانی صفر. خودم که واقعا دارم لذت میبرم، واقعا دارم کپ کردم مثلا. خب آقا در لحظه تی دو وی آی منفی میشه، خب این خازنه اینجاست، خب بین لب من و این خازنه این بادکنکه یه دیود برعکسه، یعنی وقتی که من فوت میکنم اجازه نمیده بره، ولی وقتی دارم فورت میکشم چی میشه؟ این پر میشه. حالا این در عمل اتفاق نمیتونه بیفته چون خودش خالیه، یه ولتاژ منفی ایجاد میشه. قبول داری؟ مثل اینه که من اینو بکشم ببین، مثلا این از تهش بزنه بیرون، مثلا یه ولتاژ برعکسی ایجاد بشه. حالا این دیگه نمیشه با بادکنک گفت، ولی داستان اینطوری میشه که وقتی که تیمون بین تی دو تا تی سه میشه، وی آیمون بین صفر و منفی وی پی که، و دیوده چی میشه؟ داره میکشی دیگه هوا رو، آن میشه. خب مدارش رو بکشیم. آقا جریان دیود چجوری؟ این مدار چون وی آیش منفیه، جریان اینطوری داره حرکت میکنه دیگه، درسته؟ حالا قبول دارید که این وی سی، ببینید این وی سی رو، همون وی آیه، وی سی همون وی آیه، و البته این مقدار منفی هم هست چون وی آی خودش منفیه، و در لحظه انتهای این بازه یعنی در لحظه تی سه ولتاژ خازن چقدر میشه؟ منفی میشه دیگه، منفی وی پیک میشه، منفی وی پیک. خب آقا بعد از تیسه چه اتفاقی میفته؟ تی بین تیسه و تی چهار وی آیمون چنده؟ وی آیمون بین تی، حالا بگیم بزرگتر از تی چهار هستن، بزرگتر از تیسه. آقا بعدش بگیم چه اتفاقی میفته؟ تی بزرگتر از تیسه، تی بزرگتر از تیسه، قبول دارید که وی آیمون از منفی وی پیک، حالا بازه بنویسم هم شاید بهتر بفهم، بذارید بازه بنویسم، تی بین تیسه و تی چهار وی آیمون از منفی وی پیک که منفی بود بیشتره و بین صفر. خب ببین مدارمون چی بود؟ این یه خازن اینجا بود، الان یه دیود اینجا دارم، نمیدونم که روشن یا خاموش. وی آی اون اینجاست، اینجا یه دیوده. گفتیم این ولتاژ این تو لحظه شروع چند بوده، چقدر شارژ داشته؟ منفی وی پی که نه؟ خب این طرف هم که وی آیه، اینجا منفی وی پی که، اینجا وی آیه. بچه ها الان اینجا سر آنود منفی تر از سر کاتوده، چون این وی آیمون از منفی وی پی بزرگتره، مثبت‌تره، یعنی سر آنود دورش به سر کاتود نمیرسه، یا چی میشه؟ خاموش میشه. اگه خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ جریان خازن صفر میشه.
جریان خادم صفر یعنی هوای رد و بدل نمیشه. پس وی سی میشه منفی وی پیک، باقی میماند. چون وی اومونم دقیقا دو سر خازن گذاشته، وی اومونم همینه. بعد کی بوده کرد تیکسه همینجور میمونه دیگه. من فهمیدم. یه جمع‌بندی بکنی. آقا اگه لب ما اینجا باشه، این لب، این دیود، این بادکنک، داریم فوتش میکنیم در جهت بادکنک، یعنی داریم بادکنک واقعا داریم فوتش میکنیم. این میاد تا مقدار ماکس شش شما رو ذخیره میکنه تو خازن، ولی بعد که میخوای پس بگیری دیگه دیوده اجازه نمیده. یعنی روی پیک تثبیت میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ موقعی که میخوای فوتش کنی دیوده اجازه نمیده، ولی وقتی که میخوای فوت ازش بگیری این تازه هیچ نداره، میخواد به شما تازه هوا هم بده، پس یه چیزی بدهکار میشه، این ولتاژش میشه منفی. اینم شکل اشتباه کشیده بچه. بزن شکلش رو بیارم. این وی او اینطوریه، از اینجا بعد دیگه ثابت نمیمونه. این وی او یه بار یه توضیح میدم. ببین وقتی که میخوای فوتش کنی دیوده اجازه نمیده، پس وی او میشه صفر. به معنی ای که تو منفی شدی خازنه صفره، ولی این چون منفیه داری میکشی، خازنه به ولتاژ میخواد بده، جریان میخواد بده، این منفیه، این مصاد، این ارتفاعش بیشتره، این زورش بیشتره، دیوده رو روشن میکنه، دیوده روشن میشه و خازنه به اندازه منفی وی پیک شارژ میشه. ولی بعد از اون چون خازنه منفی وی پیک دیگه منفی ترینه اینجا وی آی یه ذره از منفی بزرگتر میشه، دیوده خاموش میشه، جریان صفر میشه و وی او میشه همون چیزی که بوده. دقیقاً دیود تعیین میکنه که تثبیت کنندمون مثبت یا تثبیت کننده منفیه. فعلا در مورد پل دیود صحبت نمیکنی، نیازی نیست که بدونی. شما اینجا تثبیت کننده ها رو میگیم، پل دیود یک سو کننده است، تثبیت کننده نیست. اوکی. خب آقا این مدار رو میخواییم تحلیل کنیم. یه دیود دارم، یه خازن گذاشتم، یه باری هم دارم، باری مصرف کننده است، مدلش یه مقاومت. ببینیم چه اتفاقی میفته. فقط دیودمون یه وی گاما هم داره، همون اون فنر است. وقتی روشن میشه یه اختلاف پتانسیلی میندازه، اتصال کوتاه نیست. خب با هم تحلیل کنیم. آقا این شبیه چیه؟ تثبیت کننده ولتاژ مثبت دیگه. میخوای فوتش کنی، فوت میکنی، پر میشه ولی پس نمیده. بادکنکو فوتش میکنم، میخواد پس بده، دیوده اجازه نمیده، پس این تثبیت کننده ولتاژ مثبت. و یه باری هم داره، میخوام با هم تحلیل کنیم. فرقش با مدار قبلی اینه که این دیوده یه وی گامایی هم داره. چه اتفاقی میفته؟ آقا وی آی شروع میکنه میره بالا، وقتی میشه این صفر، دیوده چی میشه؟ خب روشن نمیشه، به شرطی روشن میشه چون یه وی گاما داره دیگه، یه وی آن داره. به شرطی که وی آی اینجا ولتاژ چنده بچه، اینجا این نقطه اینجا چنده؟ سری بگیر. خازنه لحظه اول ولتاژ نداشته دیگه، این ولتاژ صفره. خب لحظه اولیه
اینجا صفره. من اینجا دارم فوت میکنم، فقط دیودی که سر راه هست اونم یه مقاومتی داره، یه منبع ولتاژی داره، یه فوت مخالف منو داره، اونم داره یه فوت کوچولوی از این طرف میکنه، یه ویدی آن به سمت من داره برخلاف من. من اگه بخوام فوتو هدایت کنم به منبع، به خازن، به بادکنک، باید ولتاژ من، فوت من از فوت دیود بیشتر باشه. به محض این که ولتاژ من از دیود بیشتر باشه، دیود روشن میشه. دیود که روشن بشه، ولتاژ خازن چی میشه؟ نوشتیم اینجا؟ نه. اینجا بنویسیم. نیاز داریم که یه صفحه اینجا اضافه. اگر ولتاژ دیود رو اول بگیم چیه؟ ولتاژ دیود رو اول بگید چیه؟ قبول داری که ولتاژ دیود هست وی این منهای ولتاژ خازن دیگه. خب برای اینکه دیود روشن باشه، روشن بشه، باید ولتاژ دیودم جوری باشه که باعث مستقیم بشه. خب اگر وی این بزرگتر از وی دی آن بشه، دیوده چی میشه؟ آن میشه. دیود که آن بشه، وی او با ولتاژ خازن برابر میشه و برابره با چی؟ وی آی مین های وی دی آن، همون وی گاما دیگه. پس ببینید یه اختلاف بین وی او و وی آی هستش. اینجا یه تیکه هم باید وی او صفر باشه، از یه جایی به بعد این اتفاق باید بیفته. پس این اختلاف وی پیک تا این به خاطر اینه. تا کجا این شارژ میشه؟ خازن تا وی پیک، چون وی آی تا وی پیک میره بالا، ولی همیشه یه وی دی آن بینشون هست. وی دی آن شارژ میشود و خودش را نگه میدارد. فهمیدن همه؟ هر کی فهمید یک بده. این هست. در مورد این مداری که الان اینجا تحلیل کردیم، این مقاومت نداشون، بار رو تحلیل نکردیم. مقاومت چه پاک میکنن؟ تو جودتون هم اگه مقاومت گذاشته این رو پاکش کن. این وی او فهمادیم اثر این وی دی آن رو بررسی کردیم. حالا میخوام اثر بار رو بررسی بکنیم. خب من تایما رو مشخص میکنم اینجا. تی بین 0 تا تی 1 دیود روشنه و خازن ولتاژ وی او و خازنمون میشه وی آی من های وی دی آن. همه قبول دارن؟ تی بین تی یک تا تی دو چه اتفاقی میفته؟
اینجا این دو نقطه بذارم. وی آی مون بین چند و چنده؟ بین صفر تا وی پیکه، درسته؟ پس دیو چی میشه؟ خاموش میشه دیگه، چون خازنه تا وی آی مین های وی دی آن شار شده بود. و حالا جا ندارم، بذاریم صفحه دیگه بریم. موافقی؟ اینجا جاش خوب نیست، نمیتونم چی بنویسم اینجا. اینو ببرمش یه صفحه دیگه، اینو بیارمش قبل‌تر. کلک رو دیدی؟ خب دوباره توضیح میدیم. گفتیم آقا تی بین صفر تا تی یک چه اتفاقی میفته؟ صفر تا تی یک وی آی بین صفر تا وی پیکه و دیود ما روشن میشه. دیود که روشن بشه، ولتاژ خازن میشه وی آی مین های وی دی آن. به همین ترتیب وی او هم همین میشه دیگه، این همون وی او. وی او در لحظه تی یک رو هم همیشه بنویسید، پایان اون بازه رو بنویسید که این خازن چه بلایی سرش میده. خازن تا چقدر شارژ شده؟ وی پیک من های وی دی آن. خازن تا این مقدار شارژ میشه. بعد از این لحظه چه اتفاقی میفته؟ از تی یک تا تی دو برم ببینم آقا تو این بازه چه اتفاقی. از تی یک تا تی دو وی آی از وی پی کمتر. وی آی از وی پی کمتره و صفر هم بیشتر. نه دیگه اینجا دیگه بین چی و چی تغییر میکنه؟ بین منفی وی پی و وی پی تغییر میکنه، درسته؟ دیوده هم تا اون مقدار شارژ شده بود دیگه، اوکی؟ مثل همون داستان قبل اتفاق میفته. دیوده دور این مدار تصویر کننده باید حفظ باشید دیگه. دیوده چی میشه؟ خاموش میشه. و دیوده که خاموش میشه چون بار داریم اینجا، خودشو نگه نمیداره. چیکار میکنه؟ دیوده وقتی خاموش شد مدارش چجوری؟ مدار RC ایجاد میشه. لب من دیگه ارتباطش قطع میشه، ولی از یه جای دیگه راه داره، یه سوراخی دیگه داره. این RL، اینم C1. خب این میاد چیکار میکنه؟ خودشو خالی میکنه اینجا. دیود خاموش میشه، مدار RC تشکیل میشه و خازن خودش را در مقاومت خالی میکنن. همه قبول دارن؟ تو این بازه که دیود قطع بود، این میاد این کارو میکنه، خودشو خالی میکنه، نگه نمیداره. قبلا اگه این باره نبود خودشو نگه میداشت، و الان به جایی که خودشو نگه داره این کاهش پیدا میکنه. خب حالا این نکته ای. سوال پوریا رو میخوام جواب بدم. بچه RL دست ماه؟ نه، بار دیگه. آقا مدار داری طراحی میکنی بدیم حرف کننده. RL رو تو نمیتونی کم و زیاد کنی، تو خازن رو میتونی طراحی کنی.
به نظر شما شیب این کم باشه بهتره یا زیاد باشه مدارمون؟ کم باشه، باریکلا. ما میخواییم مدار تثبیت کنه خودشو. خب اگه بخوام شیبش کم باشه، یعنی تاش باید چی باشه؟ کند میخوام باشه دیگه، نه؟ و اگه بخوام کند باشه، تاش باید عدد بزرگی باشه، زمانش بزرگ باشه. خب پس باید آرسیش بزرگ باشه. آره ما نمیتونیم تغییر بدیم. سی رو میان ظرفیت بزرگ میذارن. اوکی؟ هرچی ظرفیت خازن بیشتر باشه، این به تثبیت کننده ایدئال نزدیکتر میشه. اینم یه نکته. اینم فهمیدن همه؟ خب رفتیم تا کجا؟ این چون خودشو داره کاهش میده تا تی دو یه جایی میرسه. خب چون داره کم میشه دیگه، یه جایی میرسه که دوباره وی آیه از ولتاژ خازن بیشتر میشه. در تی مساوی با تی سه وی آی بزرگتر از چند میشه؟ ولتاژ خازنمون میشه، همون یه عددی میشه دیگه. وی آی بزرگتر از ولتاژ خازن، چون ولتاژ خازن ثابت نیست، بزرگتر از ولتاژ خازن میشه. و درنچه چی میشه؟ دیود دوباره روشن میشه. دیود که روشن شد، دوباره خازن چی میشه؟ شارژ میشود. چقدر شارژ میشه؟ تا وی پیک منهای وی دی آن شارژ میشود. و مدار ما همینطوره ریپت پیدا میکنه. برای طراحی مدار یک سوساز میتونیم از این مدار استفاده بکنیم، ولی خب این ریپت داره، یعنی یه جوری ریپل داره، پله میزنه، ولی کمه. اگه خازنت بزرگ باشه، این یه دیسیه که یه ذره نوسان داره. اوکی؟ هرچی خازنت رو بزرگتر بذاری این ایدئال تر میشه. اون مداره چی کارش کردیم؟ کجا بردیم؟ خب پیش نگردیم. خب یه ترفند میزنیم. صفحه چندیم اینجا که عکسش رفت؟ صفحه دو دوسته و اینه. نه الان اوکی میشه. خب این شکل رو میخوام. میام اینجا یه اسکرین شات از این میگیرم که اینم ببین. اینم میبندمش. اینم میبندم. و اینجا تأثیر این ظرفیت خازن رو شما اینجا ملاحظه میکنید که هر چقدر خازنمون بزرگتر باشه این تثبیت کنندگیش بهتر. اوکی؟ چند تا تمرینه که مال فصل مباحث جلسات قبلمونه که اینجا درسته باش کاری نداریم. خب اگه خسته شدیم ما یه استراحتی بکنیم، برگردیم ادامه مباحث. ما تثبیت کننده رو گفتیم، حالا کلمپ رو میخواییم بگیم، تغییر سطح ولتاژ. اوکی؟ ساعت چنده؟ طبعا 9:25. یه رو بده برگردید. اوکی؟ کامنت یادتون نره تو دوره الکترونیک ازتون خواهش میکنم اگر این مبحث الان همین واسه همین جلسه براتون مفید بود کامنتتون رو زحمت بکشین بذارید، خوشحال میشم. و اینکه دیگه اگه راضی هستی به دوستاتون معرفی بکنین.
که ما هم راضی باشیم از شما.